جشن نوروز از جمله مهمترین و مقدسترین آیین‌های ملی تاجیکان میباشد که در خود تمام شکوه و عظمت تاریخ و تمدن کهن ما را تجسم می‌نماید. در این ایام بهاری مردم ما به تازه و آزادانه نمودن خانه خود مشغول شده، گلگشت و خیابان و باغ و میدان‌ها را آباد و خورم می‌گردانند. لباس نو به بر می‌نمایند و همدیگر را با دل و نیت نیک و آرزوی زندگی آسوده و خیر و برکت خاندان با فرارسی سال نو اجدادی، آمدن بهار و آغاز موسم کشت و کار تبریک می نمایند. جوهر و حکمت نوروز افادگر آرمان های مقدس و نیک ملی از قبیل احساس گرم محبت به مرز و بوم اجدادی، خداگاهی و خودشناسی و وطنداری و وطن پرستی مردم ما می باشد. ما از جمله ملت و مردمان خوشبختی هستیم که این سنت دیرینه را با معنی و محتوای عمیق و جوهر فلسفی و روح زندگی ساز آن به میراث گرفته ایم. سرنوشت نوروز طی تاریخ بیش از 6000 ساله همیشه هموار و به مشکل و مانع نبود. در این مدت طولانی جشنگری نوروز و بارها با سببهای گوناگون در منطقه های مختلف عالم منع می‌داشتند و یا محدود می‌کردند. در زمان شوروی نوروز را تنها در دهات دوردست و آن هم در گذرهای علاهیده گروه‌های خرد بانوور و پیرانسالان با پختن خوراک‌های گوناگون و بازی و دلخوشی کودکان استقبال می‌گرفتند. تنها در دوران استقلال دولتی تاجیکستان جشنگیری نوروز به سطح دولتی برآمد و چون آیین پر افتخار نیاگان باستانی همان آمدت واقعی پیدا نمود. در زمان استقلال دولتی تاجیکستان رسالت تاریخی و فرهنگی بردوش پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بزرگمرد پاسدار آیین شهرتمند نیاگان سربلندی ما و صاحبدینان معاصر تاجیک واگذار شد. خصلت های والای وطن دوستی و وطن پرستی، درک خودشناسی و آگاه بودن از تاریخ و فرهنگ ملی کهن تمدن خیش با پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان نیروی تازه بخشید تا اقدام جهانی شوی نوروز را به میان گذارد، ارزش های تاریخی و فرهنگی و سنت و آیین های نیک این عید نیاگان را به جهانیان با مقام و منزلت بلندش پیشکش نماید. سرور دولت محترم امام علی رحمان در سالهای بس و وزین پس از استقلال دولتی به دست آوردن تاجیکستان با فداکاری و جان خود زیر خطر ماندن های بشمار توانستند که اهل علم و فرهنگ و تمام نیروهای سالم جامعه را اطراف غایه های متحد سازنده، پیش برنده و احیای فرهنگ ملی گرد آورده دولت جوان ما را از ورطه فنا رها نمایند. یکی از بخش‌های مهم سیاست فرهنگی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان ترغیب و تشویق و به عالمیان معرفی کردن نوروز خجسته پی است که به شبهه باعث افزایش حس افتخار و سرفرازی مردم ما از تاریخ و فرهنگ شهرتمند نیاگان و تحکیم وحدت و یگانگی می‌گردد. خدمت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در احیای نوروز و تجلیل گسترده آن نظررس است. ماست تلاش و تدبیرهای سازنده سرور دولت بود که نوروز در تاجیکستان از سال به سال دیگر با شهامت خاصه تجلیل کرده می شود. طبق اندیشه و اعتقاداتی از عهد باستان تا به امروز رسیده و ثابت گردیده، نوروز ایام احیای طبیعت، برابرشوی شب و روز، پیروزی نور به ظلمات، گرمی و نرمی به سردی و تندی، نیکی بر بدی، عدالت بر رزالت، زیبایی بر زشتی، رمز پاکیزگی تن و جان، بخشش گناه های همدیگر، نوازش یتیمان، زمان گسترش آبادانی و بنیادکاری و آغاز کارهای کشاورزی است. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان به حیث رهبر انجمن تاجیکان و فارسی زبانان عالم بهر احیای عنعنه های شهرتمند تمدن آریایی، ترغیب و تشویق آن در بین مردمان آریایی تبار گام های پیوسته و استوار می گذارند. تشبس و ابتکارات نجیبانه او در این راه پیچان و پر افتخار از جانب راهبریت و مردمان آریایی نژاد ایران، افغانستان، هندوستان و پاکستان و دیگر کشورها دستگیری همه‌جانبه یافت. جامعه متمدن و معاصر از جمله نمایندگان بیش از 190 مملکت عالم، کشورهای اعضای تشکیلات با نفوذ سیاره سازمان ملل متحد که با آیین‌های انسان دوستانه و خیرات سازنده نیاز دارند، با هم‌آوازی عمیق پیشنهاد ارزنده پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را باید به مقام بین المللی دادن به نوروز جانبداری نمودند. پشتیبانی و معرفی جشن اجدادی و از منبرهای سازمان‌های با نفوذ جهانی باعث گردید که اهمیت و افضلیت نوروز عجم به گوش مردمان سیاره رسد. من همین جهد و تلاش های سرور دولت ما محترم امام علی رحمان، اهل فرهنگ تاجیکستان و دستگیری و همفکری کشورهای حوزه تمدنی نوروز بود که سالهای 2009 و 2010 این جشن پر افتخار به معنی تامش
جهانی شد. سال 2009 عید نوروز از جانب کمیته حفظ میراث فرهنگی سازمان ملل متحد رسما به فهرست یونسکو عاید به میراث بشری فرهنگ جهانی داخل کرده شد. 19 فوریه سال 2010 مجمعه عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه قبول کرد که طبق آن جشن نوروز مقام بین المللی گرفت، یعنی نوروز رسما جهانی شد. شروع از سال 2010 نوروز خجستپای در سطح جهانی همچون جشن بین المللی در جمهوری تاجیکستان، جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان، جمهوری اسلامی افغانستان با شکوه خاصه این جشن خسروانی تجلیل گردید. جشن یکم و دویم بین المللی نوروز جهانی سالهای 2010-2011 در جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید. سرور دولت تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی خود عاید به جهانی شوی این عید فرخنده باستانی و افزاینده دوستی و رفاقت میان فرهنگ های و تمدن های گوناگون اندیشه‌رانی کردند. خوشبختی ما شما آن است که امروز در روند بسیار تضادهای جهانی شوی که بسیار خطرهای جدی به فرهنگ های کشورهای ما و شما دارد، یک گوشه، یک صحنه تاریخی و فرهنگی مقدس ما شما جهانی گشت. این بسیار ظفر بزرگ است بعد 6000 سال. در این همایش جهانی نوروزی راهبران و نمایندگان والامقام دیگر کشورها نیز سخنرانی نمودند. با تشبث های ارزنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بابت مقام جهانی گرفتن جشن نوروز و به یک عامل متحد کننده مردمان سیاره مبدل گرداندن آن بهای بلند دادند. سال 2012 تحت سروری محترم امام علی رحمان تاجیکستان و مردم کشور میزبان جشن بین المللی نوروز در شهر دوشنبه شدند. به این مناسبت در پایتخت کشور کنفرانس بین المللی نوروز 2012 و تنتنه های باشکوه ایدانه برگزار گردید. برای اشتراک در این تنتنه ها به تاجیکستان سران دولت های افغانستان، ایران، پاکستان و دیگر مهمانان عالی مقام از زیاده از 40 کشور و 35 سازمان منطقوی و جهانی تشریف آوردند. در افتتاح کنفرانس بین المللی نوروز 2012 سرور دولت تاجیکستان محترم امام علی رحمان و سران دولت ها و سازمان های بین المللی سخنرانی نموده، با افتخار و سرفرازی بی پایان با جهانی شوی این جشن باستانی مردم کل کشورهای حوزه تمدنی نوروز عالم افروز را تبریک و تهنیت گفتند. منبر جشن نوروز بین المللی سال 2013 در ترکمنستان و سال 2014 در جمهوری اسلامی افغانستان با برپا کردن چهارابینی های ایدانه تجلیل گردید. سال 2015 نیز چون سالهای دیگر نوابسته از آن که تجلیل بین المللی نوروز خجسته در کدام دولت صورت میگیرد، در تمام گوشه کنار تاجیکستان صاحب استقلال مردم صاحب فرهنگ و تمدن آفر تاجیک این آیین فرخنده و باستانی ما را با شکوه خاصه استقبال گرفتند. سال 2016 پایتخت تاجیکستان شهر زیبای دوشنبه مکان برگزاری تنتنه های نوروز جهانی شد. 20 مارس سال 2016 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در کاخ باربد پایتخت چون انعنه نکوی نوروزی در عرفه این جشن فرخنده جهانی شده با زیایان مملکت ملاقات سودبخش انجام دادند. در واخوری شماره زیادی اهل زیای مملکت، نمایندگان کارپوس های دیپلماتیک مقیم تاجیکستان و مهمانان از کشورهای خارج، اشتراکچیان همایش بین المللی ادیبان حوزه نوروز شرکت ورزیدند. هدفی به تاجیکستان دعوت کردن دانشمندان و ادیبان معروف از کشورهای مختلف دنیا و برگزار کردن همایش ادیبان را سرور دولت محترم امام علی رحمان واسطه مهم ترغیب و تشویق اهمیت فرهنگ پرورانه این جشن جهانی نوروز و آیین بشردوستانه آن به عالمیان ارزیابی کردند. فهماندن ما در کار بود، اثبات کردن ما در کار بود، دلیل در کار بود، چون که قطعنامه سازمان ملل متحد در صورت قبول کرده می شود که بیش از 145 دولت دنیا آن را جانبداری می کند و همین طور هم شد. من در تمام کشورها گشتم، حوزه نوروز در همه جا با یک زبان نوروز مبارک باشد افتخار دارم. نوروز برای همه چی است، برای نیکبختی، خوشبختی انسان است، جشن فرهنگی است، انسان پرور است، همه چی را برای انسان نسبت به دین و مذهب و ملت و نژاد همه چی پس سر است، فقط برای انسان، برای آدم،
نیکی کردن، خوبی کردن از این در جشن می شود. یعنی مردم را از سردی های ناامیدی، سردی های زمستان با آینده درخشان هدایت می کند. از ناامیدی ها با امید راهنمایی می شود. خرد و بزرگ تاجیکستان خرسندی می کند. اینقدر خرسندی می کند، اینقدر روحشان بالیده است که یک سالی دراز تیاری می بینند به جشن نوروز. زندگی حیات خودشان نیست. هیچگاه رو افتاده شدن در کار نیست. حیات خودش مبارزه است. و شکرانه یک لحظه زندگی کردن ما. به همه کم و کاسی های زندگی جامعه نگاه نکرده. نوروز بی شاعر، نوروز بی سرود، نوروز بی نویسنده، نوروز بی موسیقی، بی فرهنگ، بی صنعت، اون نوروز نیست. بعد سخنرانی سرور دولت محترم امام علی رحمان، یک گروه اشتراکچان همایش بین المللی ادیبان حوزه نوروز برآمد کردند. آنها با ذکر خصوصیت های خاص نوروز بین المللی و تشبث های ارزنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بحر جهانی گردانیدن نوروز عجم بهای بلند دادند و این خدمت های شایسته پیشوای تاجیکان جهان را نمونه عالی بشردوستی و فرهنگ پروری امام علی رحمان معنی داد کردند. در دوران صاحب استقلالی کشور با تشبث و تلاش های سازنده پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، نوروز سوق، خطلان، بدخشان و ناحیه های تابع جمهوری با خصوصیت های خاصش با رقص و بازی، اجرای سرودهای خلقی، نمایش هنرهای مردمی، تیار کردن طعام های ملی خاص نوروز، نوازش یتیمان، دستگیری نیازمندان و برگزاری چهارابینی های ورزشی جشن گرفته می شود. ما افتخار میکنیم که بعد صاحب استقلال گردیدن تاجیکستان عزیزمان با شرافت استقلالیت، صلح و ثبات جامعه و وحدت ملی، جشن بزرگ اجدادیمان نوروز عمری دوباره کسب کرده. امروز در سراسر مملکت و بیرون از آن با شکوه و شهامت بی سابقه تجلیل میگردد. ما افتخار داریم که تاجیکستان بر حق وطن نوروز، صدر، تیرگان و مهرگان است. هر کدامی از این جشن ها تاریخی بیش از 6000 ساله دارد و این دلیل نیست باعث افتخار ماست که نوروز باستانی امروز جشن جهانی گردیده است. طور به همگان معلوم است هنوز از ماه ینوری سال 2021 در تاجیکستان بیماری نوی سرایتی کرونا ویروس دیگر به قید گرفته نشد، ولی نوابسته از این شهروندان مملکت با رعایت همه قاعده های سانیتاری و گیگینی امروز ها به طور شایسته کارو زندگی کرده ایستادند. تمام تشکیلات و مؤسسه های ساحه های معارف، تندرستی و دیگر بخش های مهم اقتصادی منتظم فعالیت دارند. ما امروز شکرانه میکنیم که از آغاز ماه ینور در کشورمان عموما بیماری سرایتی کووید 19 از بین رفته است. یعنی تاجیکستان امروز بی کووید 19 است. به خاطر تجلیل جشن نوروز بین المللی از پایتخت مملکت شهر زیبا و بهار آغوش دوشنبه سر کرده، همه شهر و ناحیه های کشور قبای ایدانه ببر نموده. برای تجلیل جشن نوروز بین المللی با دستاورد های ارزنده مهنتی آمادگی می گیرند. امسال نیز مردم تمدن آفر تاجیک جشن نوروز جهانی را با شکوه و شهامت، برپا کردن چهارابینی های ایدانه، سیر و گشت آموی و با شکرگزاری از دوران صاحب استقلالی، وحدت و سرجمعی تجلیل می نمایند.